خب آریان، امروز میخوایم درباره چی صحبت کنیم؟ آخ، یادم رفت بود. با ه شروع شد. آره خب آره، به انگلیسی چی میشه؟ New Year's Resolution. خب حالا فارسیش چی میشه؟ ه ه هدف. هدف. خب هدف گذاشتن برای سال جدید. خب میدونیم یعنی چی هدف گذاشتن برای سال جدید؟ میگه برای سال نو من میخوام بیشتر درس بخونم. خب و میخوای چیزی بکنی که بهتر از سال دیگه بشه یا یک چیزی نو بکنی؟ آفرین. یعنی نسبت به سال قبل بهتر بشی و کارهایی انجام بدی که جدید باشه یا تو کارهایی که قبلا شروع کردی موفق تر بشی. درسته؟ درسته. خب حالا تو چه کارهایی میخوای برای سال جدید انجام بدی؟ میخوام ایرانی خیلی بیشتر صحبت بکنم، میخوام درس بیشتر بخونم و همون. خب حالا در مورد اینها، در مورد کارهایی که میخوایی مثلا امسال انجام بدی تو سال 1400، اینها رو خودت تصمیم میگیری یا اینکه کسی بهت کمک میکنه؟ نه، خودم تصمیم میگیرم. خب تا حالا این کار رو انجام دادی که مثلا بشینی بنویسی یا به خودت بگی که چه کارهایی میخوایی برای سال جدید انجام بدی؟ خب اینو کی این کار رو با خودت انجام میدی؟ روز پیش که فرداش سال نو هست. خب سال نو منظورت سال نوی ایرانی هست، عید نوروز هست، یا منظورت سال نو میلادیه؟ میلادی. آها. خب پس قبل سال نو میلادی میشینی با خودت تصمیم میگیری که چه کارهایی میخوای برای سال جدید انجام بدی. آره؟ آره. خب اون وقت این کارها رو مینویسی یا اینکه فقط تو فکرت مثلا قبلش فقط بهشون فکر میکنی؟ فکر میکنم اگه میخوام بکنم یا نه. خب بعد مثلا شده تا به حال اونها رو، اون کارهایی که میخوای انجام بدی رو برای خودت بنویسی؟ بله، یک مداد مینویسم، بعد میگن این کار رو میخوام بکنم و این کار. خب بعد مثلا ترتیب داره، مثلا بگی این کار برام مهمتره، این کار رو حتما باید انجام بدم، این کار رو اگه رسیدم انجام میدم؟ نه. پس همشون یه جوره برات، همه کارهایی که انجام میخوای بدی؟ خب حالا میتونی روی یه برگه مثلا مثل هفت سین، که ما تو عید نوروز هفت سین داریم دیگه، تو هم میتونی هفتا کاری رو که دوست داری امسال انجام بدی تا آخر سال 1400، خب روی یه کاغذ بنویسی و حالا به مادرت نشون بدی. حالا اگه شخصی نیستش میتونی اونها رو به من بگی، اگه پرسونال نباشه میتونی اونها رو به من بگی، به من هم نشون بدی نوشته هاتو، یا اگه که دیدی که خب به هر حال پرسونال هستش فقط میتونی به مادرت نشون بدی، ولی خب حتما این کار رو انجام بده که هفتا کاری که میخوای امسال انجام بدی تا پایان سال 1400 اونها رو برای خودت بنویسی. فکر میکنی نوشتن مثلا چه تأثیری میتونه رو این داشته باشه؟ میتونه بگی که با حد بکنی و یادت نره که
این کارو بکنی. پس نوشتن برای این خوبه که یادت بندازه که چه کارهایی میخوای انجام بدی، درسته؟ خب اصلا فکر میکنی چرا هدف گذاری مفیده، مهمه که ما این کار رو انجام بدیم؟ که بهتر بشی، تو یک چیزی میتونی بهتر بشی و همون. خب میتونی یه ذره یکم بیشتر در مورد شرف بزنی، بیشتر توضیح بدی؟ خب حالا امسال تصمیم داری که درس بیشتر بخونی، بعد این رو برای خودت نوشتی و هر روز مثلا بهش نگاه میکنی، یادت بندازه که میخوای چه کار بکنی، آره؟ آره. خب دیگه مثلا از چه چیزایی استفاده میکنی برای اینکه کمکت بکنه که هدف گذاری کنی؟ چرا اصلا تصمیم میگیریم سال نو این کار رو بکنیم؟ برای اینکه یک سال نو هست و باز دوباره شروع میکنی از اول تا سال دیگه. خب پس میخوایی که تو سال جدید بهتر بشی و جلوتر بری، آره؟ بعضی ها میان از تقویم که میدونی چی هستش؟ کلندر. خب ببین مثلا تو تصمیم میگیری که امسال فارسی رو بهتر صحبت بکنی، خب درسته؟ پس باید بیشتر تمرین بکنی. آره. درسته؟ خب آره. حالا برای اینکه بیشتر تمرین کنی باید ببینی که مثلا امروز چقدر تمرین کردی؟ خب هر روز یه مقدار از این کار رو انجام بدی، یه مقدار کوچیک. ممکنه مثلا تو اول از روزی 5 دقیقه شروع کنی، 5 دقیقه فارسی صحبت کنی. خب بعد روز بعد این 5 دقیقت رو مثلا بکنی 7 دقیقه، بعد روز بعدش 7 دقیقت رو بکنی 10 دقیقه. خب همینطور کم 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 بهش اضافه کنی تا اینکه بعداً بتونی راحت مثلا 1 ساعت راحت فارسی صحبت بکنی. درسته. همه این درس ها مهم من و من باید تو همشون پس بکنی که بگن بری جلوتر. آفرین. پس کردن رو توی فارسی میگیم قبول شدن، موفق شدن. قبول شدن. آره. توی همه این درس ها باید قبول بشی تا بتونی به کلاس بعدی بری. خب خیلی خوب بود. البته سعی کن بیشتر صحبت کنی. ما در واقع میخواییم بیشتر روی صحبت این تمرین ها رو میدیم که تو بیشتر در مورد که تو صحبت کردنت بهتر بشه. حتی میتونی قبلش بری چیزهایی که در موردش هست رو بخونی، ببینی مثلا دیگران چه کارهایی میکنن، تو میخوای چه کارهایی بکنی. به این شکل کامنت گذاشته بودی توی سایت و من دیدم. جواب من رو هم دیدی؟ خب توی سایت هم کامنت گذاشته بودی، من هم بهش جواب دادم. این جملت درست بود که میخوام بیشتر ایرانی صحبت بکنم. خب بهتر بگی که فارسی، چون نمیگیم که مثلا ایرانی صحبت کنم، باید بگی فارسی. زبان فارسی هست. خب اگه مثلا پرسیدم تو اهل کجا هستی، اون وقت میتونی بگی ایرانی هستم.
ولی وقتی داری درباره زبان حرف میزنی بهتره بگی که فارسی صحبت میکنم. بعد صحبت رو هم اشتباه نوشتی، با سین نوشتی و هش رو هم ننوشتی. ببین باید با ساد، هی جیمی، به و ته صحبت بکنم. میخواهم بیشتر فارسی صحبت بکنم و میخوام بیشتر درس بخونم. خب اینها خیلی خوبه که اینها رو نوشتی.